وقتی میخواهی تیر یا خنجری پرتاب کنی، باید هوشت را به گوشت و گوشت را به چشمت بدهی. تیرانداز خوب، پلک، نفس و نبضش با هم میزنند. باید عادت کنی هدف بزرگ را کوچک و هدف کوچک را بزرگ ببینی. اینطوری. و اما نخچیرگاه. هرچه میدان شکار کردن وسیع‌تر باشد، شکار زودتر به تله می‌افتد. یک شکارچی ماهر خودش را در حصاری تنگ و کوچک اسیر نمی‌کند، ورنه به جای شکار کردن شکار می‌شود. فهمیدی؟ بدر باب، سرداب و زیر زمین که نشد جان پناه. عمر سعد و شمر و خودی در سوراخ موش قایم نمی شدند، امروز سر و مر و گنده بودند. مثل من و شما به ریش مختار و شرطه هایش قاه قاه می خندیدند. نیشت را ببند فتا، کم خندیدن به صیاد جذبه بیشتری می دهد. بیا، دلم می خواهد پرتابی ببینم و حظ کنم. جلوی هدف ایستاده ی ارباب. بزن. هدف بی جان مزاح است، مشق نیست. بزن. شما که میستی دست و پاهایم میلرزند. درس سوم چه بود؟ صیاد از صیدش بترسد مغلوب میشود. آی باریکلا، ترس از شکار یعنی نابودی. سربازی که از جنگ بترسد جنگ را باخته. بزن. درست زدم؟ می دانستم از پسش بر می آیی. مرحبا. کمین کن، زود. نزن هرمله، منم هرقوس. آم، چه خبر ها هرقوس؟ سر کله حریفت پیدا شد. آن سوی شد ایستاده بود و بو میکشی. غلط نکنم ردمان را زده. طرف خیلی بد پیل از هرمله. قسم خوره تا تو را شکار نکند پیش مختار نرود. شطور در خواب بیند پنبه دانه. از سماجت این خرمگس مجوس خوشم میاد. بعد از کشتن شمر خیلی باد کرده. نمیخوایی بادش را بخوابانی؟ حوصله کن. کاری کنم که اسم هرمله را بشنود، خودش را خیس کند. این محدوده مخفیگاه هرمل است. شامه تیزی داشته باشید و بو کنید. بوی هرمل را می فهمید. هرمل برای فرار از حصار همه جانبه ما چاره ای جز این راه ندارد. رضا، تو با دسته لابلای نخلا کم می کنید. کثیر، تو این سورا برو کن. شبه، تو هم این سورا بپا. یزدان،
ما هم با دستهی به مخفیگاه هجوم میبریم. تنها راه آب باز میموند. هرمله برای عبور از گدار ما ناگزیر باید به شد بزند. در داخل شد فلج است و شکارش آسان‌تر. رزاق، کثیر، شبیر، هوشیار باشید. هرمله باکری زد، نمیبخشمتون. خیالت راحت امیر. در حوزه من جا پای هرمله دیدی، گردنم گرم. نگران نباشم. حواسم به مورچه و گنجشک هست. هرمله که خودش خرسی است. اینجا کجاست؟ بیشه یوز پلنگ کوفه. هرملت ابن کاهل اسدی، تیراندازی که گوشت را به دماغ میدوزد. مادر عالم لنگش را نزاییده. رود درازی نکن، کوتاه جواب بده. تو چند نفری؟ به تعداد دشمن من هم کم و زیاد میشم. دشمن تک باشد من هم تکم، ده باشد دهم، صد باشد صدم. دور تا دورت را حصار کنند چه میکنی؟ وسط حصار کمین میکنم، دور میچرخم و تیراندازی میکنم. چنان گیجشان میکنم که نفهمند از کجا خوردن. دشمن رجز خواند، جوابش را چه میدهی؟ آنقدر لفت و لعابش بدهید تا طرف برسد به میخ گوش ما. بجوم هرمله، بجوم. مرقوس، یک صیاد خوب هیچ وقت عجله نمی کند. فتا، یادت باشد که تو دست پرورده منی. کیان ایرانی با همه باد و بروتش انگوش کوچک تو هم نمی شود، به شرطی که مثل قول و قرار ما عمل کنی. من میروم تا ضربه را به قلب این مزدور ایرانی وارد کنم. خیالت راحت هر بار، درسم را از برم. فتا، سربازی که در میدان جنگ خطا کند فرصت جبران ندارد. چرا؟ چون سرش را باخته. ای باریکلا، خود دانی. یزدان، از اینجا به بعد خود را بانه استتار کنی، طوری که هم پوشیده بمانید هم محفوظ. بهتر نیست از راه شد برویم هرمله؟ راه آب بسته است هر روز. این پهلوان پشم ایرانی به خیال خام خودش هوس کرده در آبهای عربی نهنگ صید کند. قادسیه را فراموش کرده. حاجت دل برآورده می شد، امروز من و تو در قصر رویاهای من بودیم و یک قل دو قل بازی. دلت میخواست قالیچه سلیمان نبی را داشتیم؟ سوارش میشدیم و پشت بام هر خانه‌ای که دلمان میخواست مینشستیم. قالیچه سلیمان راست بوده هرمله؟ راست و دروغ قالیچه پرنده را نمیدانم، اما میدانم که جهل جماعت راست است.
بسیار خوب هرمله، فهمیدم که فهمیدی. بر رو اور نکن تا صدا به صدا برسن. منم جان ایرانی، یا به قول شما کیسان ابو عمره. موش و ذکاوتت رشک برانگیز است. خوب بلدی موش و گربه بازی کنی. اما تا کی؟ تا کجا؟ تا حال شنیدی کسی از چنگ اسرائیل گریخته باشد؟ عاقبت مجبوری دم به طلبه. من دستوردارت نیستم هر مله. آبروی من در گروه شکارت است. از مرد باش و به میدان بیا. تن به تن با هم می‌جنگیم. تو که به قول خودت در تیر انداختن یگانه عرب. بیا بیا مهارتت را به رخم بکش. منم از تبار آرش کمان گیرم. دو تیر با هم میاندازیم، یا من شکارت میکنم یا تو شکارم میکنی. نام کشنده شمر برای عده بزدل نام پرآوازه ترسناکیست. اما من هرملم، هرمله. کاری نکن ثابت کنم کیسان ابو عمره تبل میان توهیست. بخواهی به تعقیب من ادامه دهی، چنان داغت کنم که تا زنده ای بسوزی. من آمدم که بسوزم. یا آتشم بزن حیوان. در قاموس تو مردانگی یعنی حرف مفت. تو مرد بودی تیر به گلوی کودک شیرخوار نمیزدی. آهای! هر کس در کنار هرمله طبل کاهل اسدی بماند و به این قول کودک خار کمک کند مهدور و دم است. اتمام حجت کردم تا در محکمه عدالت مختار عذری نداشته باشی. با احتیاط حمله میکنی یزدان. زنده هرمله بیشتر میارزد تا مردهش. دشمن پشت سر ماست. عقب بکشید، عقب بکشید. امیر، دشمن در پس و پیش ماست. عقب بکشید زود. زخمیارو ببرید. دم شیر بازی میکنه ایرانی. یزدان، دکتر پیش را استتار کنیم. با نیمی از افراد حمله میکنیم. چرا با همه توانمان حمله نکنیم امیر؟ وقت هنگ است یزدان. میترسم نامرد باز هم از چنگ ما بگریزد. بجم جسارت است امیر. خشم خود را مهار کنید. ما خود را استتار کردیم که هرمله نفهمد و غافلگیر شود. حال که فهمیده نیازی به استتار نیست. حمله این نیها دست و پاگیر شده، همه را از نفس انداخته. بنا باشد پشت و پیش را استتار کنیم، مشکل دوچندان می شود. امیر اجازه بدهند با آرایش موثرتری وارد عمل شویم. خود دانی ازدان، هر کار می کنی بجام. امروز باید شاخ این گور را بشکنیم. بله امیر.
ناهم بیا پایین زود بجنگیم. سرت به تنت زیادی کرده؟ قرار بود معطلشون کنیم که کردیم. حتما هرمله از حصار رد شده. بیا پایین الفرار. بیا پایین تا برای تعریف کنم. کیف داشت از این بالا تیر زدم. دوباره میان سراغمون ها. خب بیاین. ما سر پیازیم یا ته پیاز ها؟ سراغ هرمله میآیند. با ما کاری ندارند. چه خبر؟ امن و امان. راه را باز کردم. با خیال راحت می توانید بروید. امیرتان شناگر قابلی است. شنیدم زیرابی می رود. مصمم است در داخل شد صیدت کند. معلوم شد کوسه های شد را نشناخته. یا الله برکت. قرار امشب را فراموش نکنی. ذلیل مرامت هستیم. مرده قول و قرارت. چه شود امشب؟ ارنابت کجاست پدر سوخته؟ شما که پشت کردید زدند به چاک. ای متقلب بدزاد، دروغ به این آشکاری؟ حتما وردی خواند و پرنده شد و پرید. مال اون، من پای هر نخ یک مأمور کاشتم. چطور رفته که کسی اون را ندیده؟ چه عرض کنم سردار، شما که هرمله را میشناسید. به جن میماند نامسلمان. مغار نیایی زبانت رو میبرم حرام سگش میکنم. هرمله کجا مخفی شده؟ زور داری، حق داری حرف زور بزنی. سردار، هرمله هیکلی دارد قد یک گاو. مورچه نیست که زیر ناخن پنهانش کرده باشم. به خداوندی خدا هرمله گریخت. چطور شده مأمورانتون او را ندیدند؟ معماییست. غلام هرمله ای؟ بله سردار. چرا دست و پایتان را بسته بودید؟
هرمله بست که ما باید خطایی کنیم. شما چرا با هرمله نرفتید؟ او ما را تومه کرد که خودش بتواند فرار کند. چند نفر بودند؟ هرمله و هرقوس. خودش از اینجا تیر می انداخت و هرقوس از بالای آن نخل. ما در همه دوروبر کمین داشتیم. هرمله پس از آمدن ما رفته بود، محال بود او را نبینند. به نظر من او پیش از آمدن ما رفته. تیراندازی به ما هم کار همین دو نفر بوده. مردک با هوش و کم خطایی است، ولی با گوشمالی می شود مغارش کشید. آنها را با خود می بری. این همه نیرو، این همه تدارک برای دستگیری غلام سیاه و بچه ای. این خبر به گوش مختار برسد، آبرویی برایت نمی ماند. که یزدان. بله. این دو نفر را نزد امیر ببرید و کم و کیف واقعی را برایش تعریف کنید. شما نمی آیید؟ نه. چرا امیر؟ با چه رو در چشمان مختار نگاه کنم؟ شرم از چه میکنی امیر؟ شما که با هرمله رو در رو نشدید. میدان گریز فراخ بوده و گریخته. تازه دستمون خالی خالی نیست. شاید غلام هرمله مثل غلام شم سر نخی شد برای به دام انداختنش. من خودم داوطلب شکار هرمله شدم. مهلت دو سه روزه هم شده 10 روز و من هنوز دور خود میچرخم. احساس میکنم یک جای کارمان میلنگد. شما تا به حال کم خدمت نکردید. شرط و شروط بر اقدامات شما پاداش منصفانه نیست. میتوانید با سربلندی از خود بردتان دفاع کنید. کسی حقم را نخورده یزدان. شاید خودم حق خودم را خورده باشم. قضاوت این ناکامی ها با محکمه وجدان است. نیاز است با خودم خلوتی داشته باشم. بدرود یزدان. نرو امیر، لااقل تنها نرو، خطرناک است. هرمله مار زخمی است، ممکن است در کمین باشد و از پشت خنجر بزند. خدا کند حدست درست باشد. شاید با گریسای جادویش میخواهد مرا تنهایی به میدان بکشاند. امید که چنین خیالی داشته باشد. چرا خود کیان نیامد؟ شرم حضور داشت امیر. فکر نمی‌کرد در ستیز با هرمله بازنده شود. نفهمیدی کجا رفت؟ قصدش چه بود؟ هرچه پاپیچش شدم نم پس نداد. بدجوری با خودش در افتاده. میترسم خدای نکرده کار دست خودش بدهد. به خصوص که هرمله هم سایه به سایه در تعقیب اوست. بروید لباس و باش برتن کنید و دور را دور مراقب کیان باشید.
بن کامل، این مردک را زندانی کن، پسرش را آزاد. همین پاهایت را میبوسم. به این طفل معصوم رحم کنید. مادرش مرده. خدا قسم من بی تقصیرم. بی تقصیری مردک؟ تو کمک به دیوی کرده ای که تیر بر گلوی کودکی 6 ماه زد، آن هم وقتی که کودک تشنه بود و پدرش تقاضای جرعه آب داشت. لعنت خدا و خلق خدا بر ارمله. من غلام او بودم امیر، چاره ای جز اطاعت نداشتم. به روح رسول الله اگر پازوز این بچه نبودم، خرخره ارمله را میجبیدم. نفرین بر شما، نفرین بر شما. به بهانه زن و بچه و فقر و نیاز چوب حراج بر غیرت و مردانگیتان میزنید. ببریدش. امیر، من از عدالت و جوانمردی شما حکایت ها شنیدم. مرا زندانی کنید، اما این بچه رو از من جدا نکنید. او جز من کسی رو ندارد. بی من از دست میرود. کافیست بن کامل، او و بچه‌اش را تحویل زندان دهید تا بعداً به جرائمش رسیدگی شود. دیو قدرت کم کمک چهره فتانش را به رخ می‌کشد. چندی است که من خود شاهد دلبری های چپ و راستش هستم. روزی که کیان با سر بریده شمر آمد، در عمق چشمانش برقی بود که مرا ترساند. منیت آفت ایمان است ابو اسحاق. فکر نمی کردم کیان دنبه تله شیطان دهد و قدرت اقوایش کند. وقتی از یزدان شنیدم با خودش در افتاده، امیدوار شدم. این که از ما دوری کرده معنایش خانه تکانی دل است. خدا نجاتش دهد. کیان مستحق آمرزش است. آمین. با هرمله چه کنیم ابو اسحاق؟ کماف سابق خودت مأمور دریدن گلوی نامردی. البته مراقب کیان هم باش. مباد فکر کند از اون امید شده ایم. هر وقت گره در کارت افتاد، روی کمک من هم میتوانی حساب کنی. امان از کبر، امان از غرور، امان از حسد. خدایا اقرار میکنم که خطا کردم. من میخواستم همه فتوحات قیام را به نام خود ثبت کنم. تو باشی که از در برابر هر من رسوایم کردی. خدایا توی رحمان، توی رحیم. خدایا این بنده عقیل را به سبب همه قفلت من شاپره. دستار از چهره بردار زود. معذورم برادر، نمیتوانم. عجب. رمز شب. رمز شب چه صیغه است؟ رمز شب صیغه محرمیت است بین افراد حکومتی. نامحرمان رمز شب را نمیدانند. رمز شب تاریکی است. تاریکی رنگ شب است، نه رمز شب. دستار از چهره بردار تا طاقت نکردم. معذورم برادر، بیماری لاعلاجی دارم. نفسم واگیر است. ممکن است خدای نکرده شما را مبتلا کند.
پس جرمت سختتر شد. مردک با بیماری لاعلاج واگیردار به عیان آمد و شد میکنی تا مسلمین را گرفتار کنی؟ نه به جان عزیزتان، سر شب دل شکسته بودم و ملول و مایوس. به مسجد رفتم تا شفا از خدا بخواهم. سر به سجود نهادم که از خود بیخود شدم. وقتی خادم مسجد صدایم کرد فهمیدم که شب شکسته و سحر نزدیک است. خر خودتی، شنیدی امیل کوفه مختار است و بازار علی دوستی و علی پرستی داغ؟ قصه ای بافتی که ما خوش خوشانمان شود. هان؟ مقصودت را نفهمیدم، چه قصه ای؟ احمق، اویی که سر بر سجود می نهاد و از خود بی خود می شد و تیر از زخم پایش بیرون می کشیدند و نمی فهمید علی بود. بله البته، این چه ربطی به عرایز بنده داشت؟ ربطش را به زودی می فهمی. کتبالش را ببندید. برو. به چه جرمی برادر؟ این روزها قاتلین حسین به ظاهر علی دوستان در می آیند تا با لطای فلحیل مجریان قانون را بفریبند. شک ندارم تو یکی از همون حیواناتی. او را حبس کنید. دستم به دامنت سردار، مرا حبس کنید نمیرم. شیشه عمرم را نشکنید، رحم کنید. پس ریگی به کفش داری که التماس میکنی؟ حبس ترس ندارم، شناسایی شدی آزادت میکنم. تا شناسایی شبم هفت کفن پوساندم. رحم کن سردار، چنانچه قرخ شکستم غرامتش را میپردازم. من آدم بی بضاعتی نیستم. مسروقه که نیست؟ به همان خدایی که می پرستی نه؟ طیب است و طاهر. چقدر می دهی؟ چقدر می خواهی؟ تو که فرمودی شکر خدا توانگری، تو کرمت، هر چقدر بیشتر بهتر. ما هم زن و بچه داریم، شب تا سحر سکتو میزنیم تا مسلمین آرام بخوابند. هر چقدر بدهی جای دوری نمیرود. توف این همه بی غیرتی و خیانت. نمک نشناس، تو امانت داری یا امانت خوار؟ منم کیسان ابو عمره. تازه میفهمم چرا مجرمانی مثل هرمله در کوفه جولان میدهند و ارزندام میکنند. تا شرط رشوه خوار باشد و دزد، امثال هرمله را چه باک. عفو کنید. الاف شبگرد بیست. من الاف شبگرد نیستم سرباز، امیرتم. نامم کیان است، ملقب به کیسان ابو عمره. فلک زده، کیسان ابو عمره طبق عادت هر شبش ساعت پیش به منزل رفتند. حتم دارم اکنون در بستر آرامیده و خواب کشتن هرمله را میبیند. صاحب بخشت
شمر و سنان حریصت کرد. خواستی با کشتن ارمله شکارچی بیرقی به میدان باشی. خب این هم غرامتش. ارمله اهل لاف و گزافه نیست. پیغام داده بودم که اگر قید شکار ارمله را نزنی تو را به عزای اهل بیتت می نشانم. بخواهی باز همان خرمگس سمجی باشی که وسوس کنان هرمله هرمله می کند حرفی نیست. قول می دهم با ضربت بعدی لحد کنم. ایرانی جیری جیری بیدارم شما قربانی خود خواهی من شدی. نکنید که عدالت ثمره این خون هاست. امیر با کیان سخن کنید تا از بود در آید. کیان به مدتی خلوت و تنهایی نیاز داره. مراقبش باشید. میترسم این بحت و این سکوت دیوانش کند. نه ترسی ازم. در مرام حسین صبر بر مصیبت اجر جهاد را دارد. شمر آوا
نظام امنیت و عدالت می‌خواهیم. درود بر امیر ضعفا و فقرا و مساکین و ابن السبیل. الحق که امیری چون تو سزاوار است، چون مایی در رکابش جانبازی کنیم. چهچه بی علتی نیست عبدالله، نشان بده ببینم چه کردی. هرمله در یک قدمی مرگ است ابو اسحاق. پس هرمله هنوز زنده است. آه حیدر و شیرین چنگ در گلوی هرمله انداخته و پایش را لنگ کرده. گریزپایی که به پلک زدنی غیب می شد، اکنون مثل حشره در تار عنکبوت دست و پا می زند و وزوز می کند. حقلش هم پاره سنگ برداشته، خیال می کند مختار را کشته. امر کنید از سایه می روم، با سر بریدهش می آیم. کشتن هرمله تکلیف ماست و وظیفه تو، اجازه چرا؟ من و کیان یک بار بختمان را در شکار هرمله آزموده ایم. شکار بزرگ شکارچی بزرگ میخواهد. چه کسی برازنده تر از مختار؟ گرچه کشتن هرمله برایم آرزوی شیرینی است، اما فکر میکنم این فتح شایسته پرچمدار خونخواهان حسینی است. میروم رسم جامه برتن کنم. نشین شدن کیسان ابو عمره کمر مختار رو شکسته. همه باد و بروت مختار ابو عمره بود که فستش در آمد. میخواهید با یک خبر ناب عیشتان را کامل کنم؟ نیکی و پرسش؟ سپید دم امروز در راه مسجد کوفه گوش و دماغ مختار را به هم دوختم. نه جان شما، بعید می دانم جان سالم به در برده باشد. چطور تا به حال صدایش را در نیاورده؟ صدایش در بیاید که شیرازه دولتشان از هم می پاشد. الان مترسک مختار به جای او بر تخت ریاست عراق عرب نشسته. مطمئنی خواب ندیده ای؟ من همیشه خوابهایم را زندگی کردم. سر از آی امیر عجمان گلوی تازه کنیم. بیا بنوش هرمله. من نخورده مستم رفیق. در میدان شکار صیاد کارکشته آبرویش را با قدحی می معاوضه نمی کند. می خواهی تیرم به خطا رود و شکار بریشم بخندد؟
امن و امان. پرندگان انگار خوش دیدن. خب هرمله دیدن قومش. قومش را زدی هرمله؟ مادر تلین، خنجر بیشتر به کارم بیاید. یک خنجر تو، یک خنجر امیر مختار. عجب است، مختار شاه را در میانه میدان میبینم. فکر نمیکردم دل از تخت شاهی بکنی و به میدان بیایی. مرام پهلوانی را شرط و شروط مبارزه کردی. یک خنجر تو، یک خنجر من. حال که از نام حسین برای خودت برج و بارویی ساخته ای و تاج و تختی به هم زدی، حیف از ندانی حسین در عاشورا چه ها کشید. حداقل کاری را که من با حسین کردم بشنو، بعد بمیر یا مرا بکش. وقتی که تشنگی بر اردوی حسین غالب شد، با کودک 6 ماهش به میدان آمد، او را بر سر دست بلند کرد و فریاد زد. دشتاشش را بالا برد تا عرق از جبین بردارد. تیر سوم را به قلب حسین زدم. ببر صدایت را ملعون.
کیان ارجال است. کیان ضربت هولناکی بود. توقع نداشته باش به این زودی کمر باز کنه. کیان بچه نیست اومه. او عمری مجاهدت کرده، سردگرم روزگار چشیده. کسی که درک عاشورا کرده باشد باید بتواند بر این مصیبت ها غلبه کند. طول میکشد پسرم، باید مدتی در تنهاییش بماند تا داغ این مصیبت بر او هموار شد. مختار، کیان عزیزت استعفا کرده. خوش آمدی مختار. ناخوش نباشی رفیق نیمه راه. مختار و کیان چه باشند و چه نباشند، راه و مرام علی زنده است. تا کی میخواهی سیاه بپوشی و به تعزیت بنشینی و از ما دوری کنی؟ نمیدانم مختار، من نه برای شیرین شوهری کردم نه برای حیدر پدری. اهل بیت تو قریبتر از اهل بیت حسین بودند؟ ظلمی که به تو شد در مقابل ظلمی که بر مولای من حسین رفت کاه هست در مقابل کوه. هر کس در این راه مقربتر باشد از باده بلا بیشتر می نوشد. به خلیفه زبیری بنویس ما مطیع اوامر خلیفه ایم. شنیده این بنی امیه به حجاز لشکر کشی کردند. دفاع از حریم بیت الله تکلیف هر مسلمان نیست. بنویس چنانچه به مساعدت ما نیاز دارند مزایقه نکنند. لشکریان خدا آماده جهادند. الله اکبر. طبق ادعای مختار که نوشته مطیع ماست، باید کوفه را تسلیمت کند. تسلیم نکرد چه؟ خب با این طلاعات لشکری اجیر کن و شرش را بخوابان. مبادا به کابوس افتاد فکر کنیم که شنیدنش حالم به هم میخوره. به جای خسبینان اشتر به برخواستن اشتر فکر میکنم. مختار بی پسر اشتران حریف سرسختیست. روزی که به دستور یزید گور به گور شده بند از مختار برداشتم، میدانستم مثل چنین روزی باید تاوانش را بپردازم.